آقا تو کاری که میخوای بکنی و بکن، وقت واسه درس خوندن و اینو جور میشه، نگران اون نباش. من چند وقت پیش یه دونه چالش توی یوتیوب ویدیوشو دیدم که یه نفری اومد 24 ساعت امتحان کرد که بدون گوشی کلن سر کنه و اصلا سمت گوشی نره. حالا از اونجایی که من ویدیوهام با گوشی میگیرم، یه جورایی نمیتونم این چالش رو واقعی اجرا کنم که اصلا سمت گوشی نرم. واسه همین تصمیم گرفتم یه کاری کنم، 24 ساعت گوشی دستم باشه ولی فقط کمراشو باز کنم برای فیلم گرفتن. غیر اون اصلا تصمیم دارم گوشیمو باز نکنم و میخوام ببینم چقدر تاثیر داره تو روز، به خاطر اینکه من خیلی وقتمو صرف گوشی میکنم کلا. مثلا حالا غیر اینکه اگه بخوام محتوایی تولید کنم و این داستانا، اون یه طرف، ولی غیر اون خیلی تو یوتیوب میچرخم، تو توییتر میچرخم، تو اینستاگرام میچرخم. و آقایی که سفریاتی که من نمیدونم شما این کار میکنین یا نه، ولی من خیلی تو این اپلیکیشن های خرید و اینا، مثلا مثل زالاندو، خیلی میچرخم. یعنی ببین، حتی خریدم ندارم و میرم و دوست دارم نگاه کنم ببینم چی داره. حالا ببینم بدون اون تو ساعت درسیم و کلن مفید بودن روزم بدون گوشی تغییر میکنه یا نمیکنه، ببینیم چه جوری میشه. بچه ها، آپدیت بهتون بدم. الان از موقعی که شروع کردم درس خوندن یه چیزی هلوش 2 ساعت اینا گذشته، یعنی صبحانم خوردم نشستم سر درس، بعد تا الان اوکی بود. من مثلا دیدین روزای پیش که درس میخوندم میومدم مثلا آپدیت میدادم و اینا، میگفتم شب میشود، میگفتم مثلا 2 ساعت تا الان خوندم. الان تا همین الانش که فکر کنم مثلا ساعت 1:15 تا الان 2 ساعت خوندم آلردی. و این گوشی دست نگرفتنه حس میکنم اون منتالیه خیلی تاثیرش بیشتر از واقعیته، چون خب عادیش نشستم الان مثلا روز تازه شروع شده، ولی با این حال تا الان 2 ساعت درس خوندم. آها، وسطش یه گافی دادم، یهو گوشیمو برداشتم، چون خب کنارم، برای اینکه اگه بخواستم ریکورد کنم و اینا، گوشیمو برداشتم. بعد رفتم تو اینستاگرام 2-3 تا استوری دیدم، سر استوری سوم یهو گفتم ای، من قرار بود اصلا با گوشی کار نکنم امروز، هیچی دیگه، همون گذاشتم کنار، دوباره نشستم بقیه درسو خوندم. فعلا داره خوب پیش میره. باورم نمیشه، بالاخره تلسمشو شکستم بعد نمیدونم چند وقت، ولی خیلی 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 وقته که ورزش نکرده بودم. 2 ماه خورده ای که ایران بودم، بعدش هم که اومدم یه جا به جایی، و هنوزم کامل جا به جا نشدم، اینم بگم، ولی هر شروع اوکی بودم. یه مقدار ورزش کردم که بدنم دیگه متوجه بشه که قرار استارتیک روتین درست حسابی رو بزنیم. الانم لباسم عوض کنم برم خرید. این روتین بدون گوشی واقعا داره جواب میده.
آخه من رفتم خرید کردم، بعد خیلی چیز میز خریدم، خیلی چیز میز خریدم و 50 یورو شد. باور نمیشه. البته خدایی خیلی خریدم. یک تیرامیسو خریدم، گفتم خریدم هم نشون بدم، نون خریدم، ماست خریدم، بعد گوشت خریدم. بذار قیمتش هم بهتون بگم، مثلا این 428 گرمه شده 5 یورو 9 صدم سنت، 5.09. بعد چه جوشی هم دارم اینجا میذارم، سیب زمینی، کره، پیاز، یه چی آرد خریدم، میخواستم چیز درست کنم کوچی و فلان و اینا، ولی بخیال شدم های یک عدد نون بله و مرغ. بذار قیمتشون هم بگم، 648 گرم 6 یورو و 77. نه یک عدد. آقا روغن زیتون مگه مال ایتالیا نیست؟ ولی خیلی گرونه. این الان چقدر بود؟ 8 یورو 7-8 یورو 9 یورو اینا یه دونه روغن زیتون بود. ولی خب از اون بر ببخشید باید نه اون باکس را ممنون میشم. یک عدد سیب زمینی، بازم سیب زمینی، لوبیا یخ‌زده برای لوبیا پلو، تخم مرغ. کاش اینا قیمتش ببین، همه اینا با هم شد 50 یورو. کلی نایلون فریزر خیلی دوست. آره من اخذ کردم یک عدد دیگه نون. نون زیاد، خیلی نون زیاد میخوام. دارچین یک عدد دارچین. موز چیه؟ دیگه چی؟ چیه؟ گلابی. بسه بهتون بگم مثلا این تعداد گلابی نیم کیلو شد 1.28. خوب شد کلید غزل. اینجا سرد کرد 1.5 800 گرم 1.56 یورو. خب بده اون هم ایزه غزل. غزل اگه داری این ولاگ رو میبینی زیرش کامنت بذار که دیدی، وگرنه یعنی ندیدی. ببین اینجوری ایزه شما و کلید شما نست منه، اونو بذار. میگن که هر کسی رو نباید دوربین بیاری، همینه، حرفای ناشایست میزنه، کارای ناشایست میکنه، هیچی نیست دیگه. نه این اوکیه. آره آقا ولی خداییش دارم میگم تا اینجا خیلی مفید بوده. الان حالا اینا رو جابجا کنم، برم یه دوش بگیرم، تر و تمیز بشینم بقیه درسمو بخونم. امروز چالش 24 ساعت بدون گوشی رو داشتم، فقط باش فیلم میگیرم، ولی خب کاری نمیکنم، اینستاگرام، تلگرام نمیدونم، یوتیوب فلان. تا الان موفقیت تامیز بوده، بعد چقدر مفید زندگی کردم. حس میکنم هر چند وقت یه بار باحال میشه این چالش آدم داشته باشه. البته هلیا باید چالش 24 ساعت بدون تخت رو یه بار امتحان کنه. یعنی ببین این اومده ایتالیا، من نمیدونم چرا. شبیه مثلا اونایی که افسردگی بعد زایمان میگیرن، زایده الان افسردگیشو آورده واسه ما. بچه‌ها شب شد بالاخره و من تونستم با موفقیت 24 ساعت بدون گوشی دووم بیارم. اذیت نشدم، نبودش رو حس نکردم، یعنی جوری نبود که مثلا هی بخوام برم سمتش یا اینستاگرام چک کنم یا ببینم مثلا کی چی گفته. تنها چیزی که بود هی گروه خوابگاه نوتیفیکیشن میومد و اینطور بودم که چی شده، کسی چیزی میخواد بگه. ولی خب حالا میرم الان بعد این ویدیو همه رو چک میکنم ببینم چه خبره. ولی یه چیزی که امروز خیلی بهش چی میگم بهش رسیدم، به این قضیه، من حالا جدا از این که مثلا آدم گوشی کنارش نباشه و اینا، این یه طرف، ولی یه ساید دیگه داستان مثلا من اینجوری بود که من در طول روز مثلا اینجوری هم که خب درس دارم و خیلی از کارامو انجام نمیدم به خاطر اینکه میگم من باید درس بخونم. و واقعا کسی که مثلا پزشکی بخونه قطعا میدونه این داستانو با این موجه که
تویی که میری مثلا تو رشته پزشکی، حالا من چون رشته خودم اینو میدونم، هیچ وقت درسات تمومی نداره. یعنی تو بخوای مثلا از کارات بزنی برای درس خوندن، عملا باید از همه چی بزنی چون درس تمومی نداره. امروز یه کاری که کردم نمیدونم، ولی یه حسیتون بود اینجوری بود که آقا برو ورزش کن، با این که من امتحان دارم خیلی عقبم باید درس بخونم، ولی رفتم ورزش کردم و فکر کنم چقدر 20 دقیقه نیم ساعت، در حد اینکه حالا یه گرم کردنی باشه، یه آمادگی دوباره بدم به بدنم که آقا من قراره دوباره برگردم رو روتین ورزش و فلان و اینا. و در کمال تعجب من با اینکه ورزش کردم و خرید رفتم، دقیقا ساعت درسی امروز هم اندازه روزای دیگه بود. یعنی میبینی تو چه اون کارو بکنی چه نکنی، واسه درس تا یه جایی زمان میذاری و خودت هم اینو میدونی. حالا ممکنه خودمون رو گول بزنیم بگیم آقا مثلا من اگه فلان کارو نکنم آقا تایم درسی بیشتر میشه. خیلی هاتون شاید اینجوری باشین، ولی من اینجوری نیستم و حس میکنم خیلی هم هستن که مثل منن، چون من واقعا آدم درس خوری نیستم. آقا اگه چیزی رو دوست داشته باشم با عشق میشینم سرش، مثلا ادیت کردن ویدیو شده 3 ساعتم طول بکشه تکون نمیخورم، ولی درس واسه من چیز قشنگی نیست، چیز جذابی نیست که بگم وای مثلا دارم الان چه کار قشنگی میکنم، چقدر این کار رو دوست دارم. و امروز با اینکه ورزش کردم، خریدم، رفتم، تازه من امروز حموم رفتم و اینا خوب کلی وقت میگیره، ولی با این حال ساعت درس من اندازه روز قبل بود و اگه الان بشینم بخونم که بعد این ویدیو میخونم، عملا روزهای دیگه بیشتر میشه. پس حداقل به این نتیجه رسیدم تو این 24 ساعته، درسته قرار بود گوشی دست نگیرم که تایمم بیشتر باشه، ولی نتیجه گیری که واسه من داشت اینجوری بود که آقا تو کاری که میخوای بکنی و بکن، وقت واسه درس خوندن و اینا جور میشه، نگران اون نباش. آقا دیروز یه قانون نانوشته تو ذهنم بود که خب نباید از گوشی استفاده کنم و ببین واقعا تاثیر داشت. الان من دارم درس میخونم، هر 1 دقیقه 2 دقیقه اینا همینجوری الکی میرم سر گوشی اینستاگرامو ریفرش میکنم فلان و این حرفا، و واقعا دیروز این قانون نانوشته ذهنی که واسه خودم گذاشته بودم تاثیر داشت پسر.